ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، 44مین برنامه زیر آسمان پاریس رو اینجا در کنار دوست و همکار قدیمی آقای رضا معینی در گزارشگران بدون مرز به شما تقدیم میکنم. همطور که از هفته ها و ماه ها قبل تصمیم داشتیم، از این پس اولین شنبه هر ماه در کنار آقای رضا معینی خواهیم بود تا که ایشون مستقلن اونچه که فعالیت های گزارشگران بدون مرز هست و فعالیت های مطبوعاتی این بنیاد رو به اطلاع همگان خواهند رسوند. آقای معینی، ضمن تشکر از شما اجازه بدید به اولین گزارش این برنامه توجه داشته باشید که کنفرانسی است از بنیاد پارسی‌گویان و خانم ژاله دفتریان و دکتر حیدری ملایری. از سوی انجمن پارسی‌گویان پاریس به شما خوش آمد میگم. انجمن ما یه انجمن نمیگم کوچیک، چون هیچ انجمنی زمانی که کار فرهنگی میکنه کوچیک نیست، ولی یک انجمن است که از یه چیز دور بر 22 سال 23 سالی که تلاشش رو آغاز کرده با کوشش و همپایی و همراهی چند تنی از ایران دوستان و به ویژه اون کسایی که به زبان پارسی باور دارن، این انجمن برپا هست. یک انجمن به هیچ کجا وابستگی نداره و تلاش همون تلاش های فرهنگی هست درباره اینه که ایران گذشته رو بیشتر بشناسونیم به ویژه به جوانانمون، ولی فشار کار این انجمن روی زبان پارسی، برای همین هم میگیم انجمن پارسی گویان که کوتاه شدش. بیشترین تلاش ما بر سر همینه که زبان پارسی رو از این همه واژه های بیگانه که درونش شده یکم آسوده بکنه، و چراش هم اینه که میدونیم بیشترین جامعه شناسان و حازمان شناسان باورشون بر اینه که فرهنگ هر سرزمینی روی چند تا ستون استواره. یکی از اون ستون ها زبانه. هنگامی که زبان یک کشوری از دست مردمشون از یاد ببرن، اون فرهنگش از یاد میره. آقای دکتر حیدری، محمد حیدری ملایری، کار راستینشون اختر فیزیک شناسی هست و ایشون در رصدخانه یا نپاهشگاه، درست میگن، پاریس کار میکنن و یکی از دانشمندان سرشناس جهانی هستن در اختر شناسی و اختر فیزیک و یابش ها یا کشفیات ایشون در زمینه ستارگان پرجرم یا ستارگانی که جرمشون 10 دست کم 10 برابر از جرم خورشید بزرگتره. یکی از ویژه کاری های ایشونه که بر هیچ کس پوشیده نیست. من اگر بخوام از دانش ایشون و کارهایی که ایشون کردن بگم، زمان بسیار زیادی نیاز هست، ولی من درستر میدونم که سخن کوتاه بکنم و رشته سخن رو به دست استاد بدم که از دانش ایشون بیشتر بهره ببریم. با سپاس از انجمن پارسی‌گویان پاریس، به ویژه خانم ژاله دفتریان که این نشست امروز رو فراهم آوردن که با هم گفتگویی داشته باشیم. پیش از هر چیز واقعا میخوام کاری که شما میکنید ستایش کنم. در پدافند فارسی با دست خالی پاک دلانه انجمن شما و خود شما به این کار پرداختین و کار ساده‌ای نیست. و پیش از اینکه شروع کنم، میخوام نوروز رو و سال نو ایرانی رو به همین شما شادباش بگم و براتون بهترین ها رو آرزو کنم. ادبیات یکی از جنبه های بسیار مهم هر زبانیه، ولی تنها جنبه زبان نیست. هر زبانی سیماها و لایه های گوناگونی داره. یک لایه اون زبان شعر و ادبیاته. زبان ادبیات نماینده همه زبان نیست. یکی دیگه از لایه‌های بسیار مهم اون زبانیه که با مفهوم‌های دقیق سر کار داره و در دانش به کار میره. زبان دانشی اهمیتش از زبان ادبی بیشتر نباشه به هیچ روی کمتر نیست، چون با اون اندیشه پرسون، دقیق و ساختارمند
و روشدار رو بیان میکنیم و ما به ویژه در فارسی به اون سخت نیازمندیم. پارسی یا فارسی، شکی نیست که اصل این واژه از پارس میاد، زادگاه هخامنشیان که در سنگ نوشته های شاهان هخامنشی به دیسه پارس اومده. در زبان پهلوی این واژه به احتمال پارس تلفظ میشه. میگم به احتمال چون در زبان پهلوی از یک نشانه برای هر دو صدای فونم واک پ و ف استفاده میکردن. بنابراین بسیاری از پهای پهلوی هم ممکنه ف تلفظ میشده. در متن‌های کلاسیک فارسی هم پارسی به کار میره هم فارسی. پس کسانی که پارسی به کار میبرن به هر دلیلی که میخوان، نباید از بالا به کسانی نگاه کنن که میگن فارسی و تصور کنن که اونها یه اشتباه بزرگی رو مرتکب میشن، و کسانی که فارسی رو ترجیح میدن باید بپذیرن که کسانی به هر دلیلی میخوان بگن پارسی. در مورد سره، سره یعنی چی؟ سره اصلا به معنای زر نابه و اصلا سره با واژه زر یکی هستن. زرد، زر، تمام اینها یک واژه هستن به معنای زر ناب. منتها سر معناهای دیگه‌ای به خودش گرفته، به معنای هر چیز ناب و خالص. مثلا ناصر خسرو میگه جایی که خطر ندارد اونجا نه سیم سره نه زرکانی. سیم سره، نقره سره، در اصل که سره یعنی طلای ناب. معنای دوم، چمار دوم، یعنی نیک و بی عیب. بیهقی در تاریخ بیهقی میگه اینجا فرود باید آمد که امروز کاری سره رفت. چهار مقاله میگه سره کردی که مرا از آن یاد آوردی. تاریخ طبرستان میگه گفت بیچاره فردوسی 25 سال رنج برد تا این کتاب تمام کرد، هیچ ثمره نداد. محمود گفت سره گفتی، من از آن پشیمان شدم. چمار سوم، معنای سوم، گزیده و نفیس. فردوسی میگه کنون خوردنی هات نان و بره، همه پوششت جامه های سره. گفتیم که زبان ها گاه به هم واژه میدن و از هم میستونن و این بسیار طبیعی و خوبه. اما رابطه میان عربی و فارسی اینطور نبوده. خودمون رو فریب ندیم. عربی زبان ایدئولوژی بود که اومده بود همه چیز رو نابود کنه تا جهانی پاک از کافران به وجود بیاره. سپاهیان خلیفه برای کشتار گبران و تاراج ثروت‌های ایرانیان اومده بودند. هر چیزی که با آموزه‌های اونها تفاوت داشت محکوم به نابودی بود. بر سر زبان ایرانیان میبایست همون میومد که در کشورهای دیگه بر سر زبان محلی اونها اومد. نمونش مصر که با اون تمدن بزرگش زبانش رو در برابر عربی از دست داد. در ایران مهاجمان و اعوان و انصارشان در راه از میان بردن زبان ایرانیان بسیار کوشیدند، اما هم موفق شدند هم موفق نشدند. چیزی که سبب حفظ فارسی شد شعر بود، به ویژه شعر شاعران خراسانی. کهن‌ترینشان حنظلی بادقیسی، بادقیس همکنون در افغانستانه، رودکی سمرقندی، سمرقند در ازبکستانه. فارسی دری با پشتیبانی سامانیان جان گرفت. شعر میتونه اثری داشته باشه که نثر نداره. شعر رو آسونتر میشه از بر کرد. با شعر میشه سخنان دلنشینی گفت که صاحبان قدرت رو خوش بیاد. به همین سبب در دربار غزنوی و سلجوقی شاعران مدیح سرا فراوان بودن. و در میان این همه شاعر چهرهی سربر میاره که همانندش نه پیش از او وجود داشته و نه پس از او میاد. مقصودم فردوسیه. کسیه که نه یک سر و گردن بلکه بسیار بالاتر از دیگرانه. عرب ها مسئولیتی در این زمینه نداشتن و این خود ایرانیان بودن که این کار رو میکردن. باید یک کاری کرد و فارسی برای اینکه پایدار بمونه، برای اینکه توانا بشه، برای اینکه بتونه علم رو، دانش رو، فلسفه رو بیان کنه، میبایستی توانایی بیان کردن این مفهوم ها رو داشته باشه، مفهوم های دقیق رو. به یک بازدیسی رفرم نیاز داره و این کار رو با بکار بردن ویژگی های هندو اروپایی زبان فارسی میشه. متشکرم. آقای موینی، بعد از این گزارش هفته بعد به محل رصدخانه پاریس رفتم، جایی که دکتر حیدری ملایری اونجا کار میکنه، و گفتگوی با ایشون داشتم، هم در مورد زبان فارسی
و هم ستاره ها با هم این گزارش رو تماشا کنید. کاری که من میکنم بیشتر در زمینه ترمشناسی علمیه، یعنی چطور ما میتونیم دانش رو دقیق رو با زبان فارسی بگیم. در درجه اول اینه و کارهایی که میکنم در جهت اینه که کاستی های فارسی رو برآورده کنم برای اینکه فارسی بتونه زبانی باشه که دقیق مفهومهای تازه و نوین علم امروزی، فلسفه امروزی رو بگه. و اینه که راههایی رو در پیش گرفتم که اینها تا حدودی میشه گفت نوآوریه. رفتم به دنبال ستاک‌های خاص زبان فارسی، ساختن اینها برای خاطر اینکه پارسی بتونه به روی پای خودش بیسته و همون کاری که اروپایی‌ها با زبان‌های خودشون کردن، انگلیسی، فرانسه از قرن 19 هم به بعد و تونستن زبانی به وجود بیارن که این زبان بتونه دقیق باشه. زبان فارسی زبانی بیشتر برای ادبیات و بیشتر برای شعر و شعر دقیق نیست و نباید دقیق باشه. ما نباید از شعر بخوایم که دقیق بگی و خوبی شعر هم همینطوره و به همین سببه که حافظ رو مثلا میشه باش فال گرفت به خاطر اینکه هر کس میتونه این رو اونطور خودش بخواد تعبیر کنه. این خیلی خوبه ولی با زبان علم همچی کاری رو نمیتونیم بکنیم و زبان علم باید دقیق باشه. منتها کوشش هایی باید بشه که این زبان رو به صورتی در بیاریم که بتونه دقیق بگی. آقای دکتر، به عنوان اورژانس و ضرورت، ایرانیان چه داخل کشور و چه در بیرون مرزها چه وظیفه‌ای رو امروز از نظر شما دارن؟ من فکر می‌کنم که باید به زبان خودشون بیشتر توجه کنن. بسیاری از واژه‌ها هست که ما میتونیم اینها فارسیش رو داریم، فارسیش رو به کار ببریم به جای اینکه انگلیسیش رو به کار ببریم. خیلی از واژه‌هایی هست که اینها به سبب ضرورت وارد زبان نمیشن. خیلی چیزا هستن که اینها رو میتونیم ما فارسیش رو داریم به کار ببریم، چه انگلیسی باشه چه عربی باشه. مثلا به جای سلامت ما میتونیم بگیم تندرستی، به جای پزشکی میتونیم بگیم، به جای طبیب میتونیم بگیم پزشک. اینجور چیزا رو کوشش بسیار بسیار کمیه که میشه کرد و همه میبایستی این آگاهی رو پیدا کنن به خاطر اینکه بتونن از زبان فارسی پاسداری کنن. این یه نوع پاسداری از زبان فارسی. حالا میشه پرسید که چرا باید از زبان فارسی پاسداری کرد؟ به سبب اینکه فارسی به نظر من یکی از میراث‌های فرهنگ انسانیه. شما در تمام جهان نمیتونید پیدا کنید زبان‌های بسیاری که ویژگی‌های فارسی رو داشته باشن. به 2000 سال 3000 سال پیشینش رو ما میتونیم برگردیم، تعقیب کنیم و این بسیار نادره. تو دنیا شاید 4-5 تا بیشتر زبان اینطور نباشن و این زبان نماد یه نوع فرهنگه که بعد ازش دفاع کرد. آقای دکتر، اجازه بدید برای بینندگان گفته باشم که در این لحظه ما در دفتر کار شما هستیم و نکته عجیبی رو دیدم. شما در رصدخانه پاریس کار میکنید، پلاک محل کار شما 77، طبقه شغلی شما در ساختمان طبقه 7، اتاق شما 707. در این 7 آسمان شغلی شما، برای زیر آسمان پاریس بفرمایید که اون بالا چه خبره؟ میشه گفت که اون بالا بی نهایته، یعنی بیکرانه، همینطور ادامه پیدا میکنه تا بیکران، تا چشم کار میکنه، تا سالهای نوری دور میره. ماده هست، کهکشان هست، ستاره هست و ما خودمون یک در روی سیاره زندگی میکنیم به نام زمین که به گرد خورشید میگرده سالی یک بار و خورشید یک ستاره است. در کهکشان خودمون 200 میلیارد ستاره وجود داره و در گیتی میلیارد ها ستاره، میلیارد ها کهکشان وجود دارن که در درون هر یک از این کهکشان ها میلیارد ها ستاره وجود داره. میبینید که بزرگی گیتی به چه اندازه است. و چیزی که جالبه، ما با تمام کوچکی خودمون باز هم میتونیم چیزهایی رو بفهمیم، درک کنیم، پی ببریم. با بررسی، با مطالعه، با پژوهش میتونیم مرزهای ناآگاهی رو به عقب برونیم و هرچی بیشتر جلو بریم و بعد از میشه گفت مثلا 2000 سال پیشرفت، 3000 سال پیشرفت کوشش‌های انسانی به اینجا رسیدیم که این چیزها رو بدونیم و تازه آغاز کار ماست. 50 سال دیگه چیزهایی خواهیم دونست که امروز تصور نمی‌کردیم ممکن بود این چیزها رو بدونیم. آقای دکتر هیدری ملایری، اجازه بدید برای پایان این گفتگو که میتونه گفتگوی چندین ساعته‌ای با شما باشه با همه جذابیت‌ها،
به نظر شما امروز علم و باورهای ما تا چه حد در تضاد هست؟ باید برای بینندگان گفته باشم که شما خوشبختانه توانستید با دوربین دورنگر هابل کار بکنید، دورترین هایی رو که حتی آگاهی ما ندیده یا نمیدونه شما بدانید و ببینید. آیا ممکنه در این باره برای ما توضیحاتی بدید؟ من خودم شخصا زمینه پژوهشم به وجود اومدن ستارگان پرجرمه. خورشید یه ستاره عادیه، بهش میگیم ستاره عادی. ستارگانی وجود دارن که جرمشون از جرم خورشید دست کم 10 برابر بیشتره و اینها رو بهش میگن ستارگان پرجرم. ما هنوز نمیدونیم که این ستارگان چجور به وجود میاد. پیشرفت بسیار کردیم در عرض 30-40 سال گذشته، ولی هنوز بسیاری مسئله ها هستن که حل نشدن. من زمینه کاریم در این بار است و یکی از کارهایی که من سالها پیش کردم و هنوز ادامه بدم اینه که جرم بیشینه این ستارگان میتونه چه اندازه بشه. یه زمانی تصور میشد که این ستاره ها میتونه جرمشون تا 1000-2000 برابر جرم خورشید بشه، ولی من با کارهایی که با گروه هم کردم نشون دادم که تقریبا از 100 برابر جرم خورشید بیشتر نمیتونیم بریم بالا. و این یه موضوعی که هنوز بازه و دربارش مطالعه میکنیم و دیگران دربارش مطالعه میکنن و این موضوع بسیار بسیار مهمه، به خاطر اینکه این ستارگان سازنده تمام ستارگان به ویژه ستارگان پرجرم کارخانه‌های به وجود آورنده عنصرهای شیمیایی هستن و در واقع عنصرهایی که در بدن ما هستن یک زمانی در درون این ستارگان به وجود اومدن و ما بخشی از ستارگان هستیم. آقای مهینی، با این جمله آقای حیدری ملایری که همه ما بخشی از یک ستاره و ستارگان هستیم چه نظری دارید؟ من فکر میکنم که ستاره ها هم زمنان که همه روشنی بخشند اما ارزش های متفاوتی دارند. ایشون هم ستاره شناس بودند، هم فارس زبان و ستاره ای هستند در آسمانی که متاسفانه ما فکر میکنیم خیلی تاره. حالا من به یک نتیجه دیگری هم رسیدم، فردی علمی نیست و اون این است که همه سوال ها در زمین و همه پاسخ ها در آسمان. و همطور که دیدید دکتر حیدری ملایری یکی از افراد ناظر ایرانی است که با عکس های هابل کار کرده و ستاره های دور و دیر رو دیده است و شما دعوت می‌کنم به این فیلم کوتاه که از ناسا هست و عکس های هابل توجه کنید. Thank you.
و حالا در اینجا همونطور که در تمام طول برنامه خدمتون گفته بودم، اولین شنبه هر ماه پای گفته های آقای رضا معینی خواهیم نشست تا اون چرا که در رسانه ها در بیرون و درون این رسانه ها اتفاق افتاده با خبر باشیم. به مناسبت سوم ماه می، روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز فهرست 100 قهرمان اطلاع رسانی رو منتشر کرد. هر سال ما فهرستی از دشمنان آزادی مطبوعات منتشر می کردیم، امسال بنا را بر این گذاشتیم که دوستان آزادی مطبوعات رو معرفی کنیم به جهانیان. در میان این 100 قهرمان آزادی اطلاع رسانی 4 روزنامه‌نگار ایرانی هستند، خانم ژیلا بنی یعقوب که 30 سال محکوم شدند به سکوت و ممنوع کار بودند، آقای عدنان حسن‌پور قدیمی ترین روزنامه‌نگار زندانی در ایران، آقای سیامک قادری روزنامه‌نگار زندانی همچنین، و سعید متین‌پور که ایشون هم زندانی هستند. این اسامی و این اعلام نمادهایی هستند برای آن که بگوییم ما در جهان روزنامه‌نگاران برای روشنگری و روشنی بخشیدن به این جهان دچار مصیبت ها می شوند، به گروگان گرفته می شوند، زندانی می شوند، و به این عنوان باید روز سوم ماه می، روز جهانی آزادی اطلاع رسانی، روز قدردانی از روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای باشد. در ماه گذشته اتفاقاتی که افتاد می توانیم بگوییم پر از لبخند و نگرانی بود. در این حال در این ماه آوریل 20 سالگرد قتل عام در رواندا بود. در همین ماه متاسفانه دولت کنونی رواندا که برآمده از آن ژنوسید و از آن قتل عام عمومی بود، باز هم سر ناسازگاری دارد با روزنامه‌نگاران. تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و بدنگاران بازداشت شدند و سانسور بود. آنچه که مهم است در این باره، در آن قتل عام بخشی از رسانه ها دخالت داشتند. شاید قتل عام رواندا آغازی بود برای دخالت رسانه ها، رسانه هایی که ما با آنها رسانه های کین پراکن، نفرت آفرین و مرگ آفرین نام نهادیم. برخی از این روزنامه نگاران بازداشت شدند. بله، میتوان گفت که روزنامه نگار نیز میتواند در کنار دشمنان مردم، دشمنان و در اصل کشتار کنندگان مردم قرار بگیرد و فرمان به مرگ بدهد، فرمان به کینه بدهد. به همین مناسبت هم هست که باید تفکیک قائل شد میان آزادی اطلاع رسانی و پروپاگاند و تبلیغات یکسویه سیاسی. در رابطه با تبلیغات یکسویه سیاسی، در هفته گذشته ماجرای بند 350 زندان اوین ماجرای تکان دهنده بود، ماجرایی برای همه تکان دهنده بود و نمونه ای از اطلاع رسانی و پروپاگاند یا همان تبلیغات یک سویه سیاسی بود. از یک سو رسانه ها و روزنامه نگاران نگران زندانیان عقیدتی زندان اوین، از آن در میان آنها تعداد زیادی از روزنامه نگاران و وبلاگ نویسانی که زندانی بودند، از سوی دیگر تبلیغاتی که اساسا نفی می کرد ضرب و شتم و جنایت رو در این زندان و در این بخش، که همچنان ادامه دارد و ما امیدواریم که بتوانند نهادهای بین المللی و یا کمیسیون مستقلی در ایران به این مسئله رسیدگی کند. زندان اوین نباید همواره دهشت آفرین برای روح و جان جامعه ایران باشد. درست است که زندان، آنچه که بزرگان دیگر گفتند، چکیده است از خود جامعه. آنچه که در زندان اوین و 350 اتفاق افتاد بیقانونی، خودسری، سرکوب بود که در جامعه هم شاهد آن هستیم. خبرهای خوشحال کننده این ماه آزادی 4 گروگان و روزنامه نگار فرانسوی بود که آزاد شدند، ولی متاسفانه در این ماه نیز باز 2 روزنامه نگار در سوریه و 2 شهروند وبنگار نیز در سوریه کشته شدند. امروز در پایان ماه آوریل متاسفانه باید گفت از آغاز سال میلادی تا کنون 16 روزنامه نگار برای اطلاع رسانی جان خود را از دست دادند.